درود به شما جناب خادم گرامی و سپاس از وقتی که در اختیار رادیو پیام اسرائیل گذاشتید و امروز برای اولین بار در خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم از دعوت شما. سپاس از شما. جناب خادم، بسیار مایل هستم که ابتدا برای مخاطبین این برنامه از زبان خود شما بشنویم بیوگرافی، البته کوتاه، از شما و فعالیت‌های سیاسی شما، چه پیش از انقلاب 57 چه بعد از انقلاب در طول 41 سال گذشته. بسیار مایلم که از زبان خودتون بشنویم این بیوگرافی رو. بیوگرافی گفتن کار ساده ای نیست. من در یک خانواده سیاسی به دنیا اومدم، آنچه مسلمه. من از 12 سالگی هم عضو حزب ایران بودم که یکی از تشکل‌های وابسته به جبهه ملی بود. پدر من خیلی شخصیت سیاسی بود که در جبهه ملی مؤثر. زمان 28 مرداد پدر من از مشهد تبعید شد و ما اومدیم تهران. در ظرف چند سال بعدشم من برای ادامه تحصیل به انگلستان رفتم و در اونجا خب طبق هر زمانی بود که اغلب دانشجویان ایرانی در خارج از کشور فعالیت های سیاسی داشتن و من هم یکی بودم. البته فرق فعالیت سیاسی من شخصی انسان ملیگرا بودم. اغلب دانشگاه منچستر چپی ها در واقع از یک نفوذ خیلی زیادی برخوردار بودن. شاید یه اسمی بگم شاید متوجه جریان بشید، مثلا آقای پرویز نیکخواه که حتما آشنایی با ایشان داریم. بنابراین این فرمیشن سیاسی من یک قدری جنبه های سوشال دموکراسیش خیلی زیادی و اعتقاد ملیگرایی من هم به اینه که قبل از هر چیزی باید یه ایرانی باشه که آدم خواسته های سیاسیش رو پیاده کنه. من بعد از مراجعتم به ایران، البته در اون موقع اعتقاد نداشتم وقتی برگشتم ایران من میتونم فعالیت سیاسی بکنم، چون شما وقتی یک افکار سوشال دموکراسی دارید فضای باز سیاسی میخواد و چون واقعا در طول زندگی پدرم گرفتاری های سیاسی که برایشون شده بود، زندان رفتن ها، همیشه مد نظرم بود. اعتقاد داشتم که جامعه ایران جامعه ای نیست که فعالیت سیاسی به معنای واقعی بشه کرد و فعالیت های زیرزمینی هم به نظر من همیشه به گرفتاری های جدیدی موکول می شد که اغلب تبدیل به قیام می شد، اغلب تبدیل به یه مبارزات خشونت آمیز می شد که به نظر من با طرز فکر من نمی خوند. البته من وقتی برگشتم کشور ایران وارد یک مرحله شده بود که سازندگی در ایران خیلی بوده. اعتقاد داشتم خب من هم سهم خودم میتونم سازندگی کنم. یکی از چیزهایی که من به سرعت متوجه شدم هاشمی نشینی در شهر تهران بود. به عنوان مهندس چون این ور اونور میرفتم دور شهر تهران، متوجه بودم که این هاشمی نشینی کار ساده ای نیست. به این مشکلات هاشمی نشینی اگر دولت کاری نکنه، راه حلی براش بدون، در آینده گرفتاری زیادی برای جامعه ایران خواهد کرد. علت چه بود که خب من یک تحقیقات و یک مطالعات زیادی، تحصیلات زیادی در مورد هاشمی‌نشینی داشتم زمانی که در انگلیس بودم. بنابراین اولین کار سیاسی که در اون موقع میشه گفت در شرایطی که بود، این نامه به پادشاه ایران نوشتم و چون در واقع پادشاه ایران صاحب مملکت هستم، چون در ایران به اون معنا نخست وزیر، نخست وزیر مردم نبود، نخست وزیر، نخست وزیر پادشاه بود. و در اون یادآور شدم که این حاشیه نشینی رو با سرعتی که مملکت به سوی پیشرفت میره و سازندگی میره اگر حل نکنن، مشکلات آینده شدیدی برای مملکت ایجاد خواهد شد. بکنم از این نامه زیاد ناراحت نشده بودم.
و از قضای اتفاق به آقای هویدا دستور دادن که یه صحبتی با من بکنه و من خیلی به وضوح به ایشون گفتم که آقا مملکت اگر کاری نکنید در 10 سال آینده چیزی از مملکت نخواهد بود. البته ایشون هم تکنوت ولی در ایرون اینقدر اهمیت نمیدن به آدم های جوانی مثل من در اون زمان، همینطور که امروز جامعه ایران اهمیتی به جواناش نمیده و جواناش رو از بین میبره. هر فکر نوعی رو یه نوع مخالفت با رژیم میدونه، در صورت که شما حتی در سیستم های دیکتاتوری میتونید یک روندهایی رو پیش بگیرید که به نفع مردم باشه و به نفع جامعه باشه. آنچه مسلمه خوب در زمان شاه جامعه مدنی وجود داشت، من فقط کاری که نمیتونستی بکنی کار سیاسی بود. به این معنا اگر جواد خادمی مثلا میخواست عضو انجمن شهر محل خودش انتخاب بشه باید ساواک اجازه میداد و این اول این تنها تفاوت این بود که شما هر کار دیگه میتونستی بکنی غیر از اینی که میتونستی کار سیاسی، اگر بخواستی کار سیاسی کنی باید یک قسمتی از رژیمی بود که من به هیچ عنوان علاقه نداشتم. خب در این زمان ها تمام یک بار دیگه هم وقتی که اگه یادتون باشه قیمت نفت ایران قیمت از 4 دلار شد 16 دلار سال 70 بود. اون وقت هم باز من یک نامه به ایشون نوشتم که آقا من فکر کنم آقا یکی زمانی از عربستان کار بهتری داره میکنه، پولهای اضافه رو نمیتونه در مملکتش خرج کنه، به عنوان سپرده در امریکا میگذاره و به نظر من بهترین راه اینی که این نسل های آنده از این منافع حساب میکنن اینو به صورت سپرده در امریکا یا جاهای دیگری فقط از بهره اون اقتصاد مملکت جلو بره، چون در اون موقع من فکر کردم کشش نداره. دیدین هم که چه اتفاقات عجیبی افتاد، قیمت ها متاسفانه پادشاه ایران یا عجله داشت یا اینه فکر میکرد که رسیدم سر در حد سرزمین بی نهی مملکت جلو بره، تمدن بزرگ و به اصطلاح زودتر به ایران بیاره و این خب به نظر من شما وقت ساختار نداشته باشید نتیجه همین بود که دیدیم. انقلاب نتیجه این نبود که واقعا یه حالت استثنایی داشته باشید، یه عده خاصی انقلاب کردن، نه، جامعه وارد اون مرحله میشه. یه درسی هم که از اون انقلاب میتونیم بگیریم به نظر من که خیلی مهمه این فضای باز سیاسی است که میشه انقلاب، میشه جامعه رو جلو برد و میشه تحرکات سیاسی به وجود آورد. معمولا وقتی فضای باز سیاسی وجود نداره به خشونت میکشه، همونطور که در ایران امروز شما خشونت رو، این فکر نکنید که رژیم واقعا علاقه من به اینقدر خشونت بلکه فکر میکنه خشونت تنها وسیله ایست که میتونه مملکت رو حفظ کنه یا خودشون رو حفظ کنه. بنابراین من در این طرز فکرها داشتم. البته زمانی هم که هیچ یادم نمیره یکی از خاطرات بزرگ زندگی منه فکر کنم 14 یا 15 مرداد بود که آقای هویدا استعفا داد و من با یکی از دوستانم در یه رستورانی نشسته بودیم. من گفتم رژیم شاهنشاهی تمام شد و 15 ماه بعدش واقعا تمام شد. از همون موقع هم خب من با جبهه ملی بخشان آقای بختیار در تماس بودم چون فکر میکردم مسائل مملکت داره تغییر میکنه و اولین تلفنی هم که من زدم به ایشون بود یا شما همیشه فکر میکردین که یه روزی نخست وزیر میشید، فکر کنم همین زمانشه. ایشونم یه اتاق فکری درست کرد، من هم جز اون اتاق فکر بودم. به تدریج وقتی هم که از ایشون دعوت برای تشکیل دولت شد و پیش که حاضر با همکاری با ایشون نبود، دلیلش هم میدونید ایرونی فقط موقعی حاضره جلو بیفته که بیده موفق میشه. و البته من هم همیشه به قول انگلیسا علاقه داشتم که کینگز میکر باشم، یعنی تو اتاق فکر باشم، بتونم آزادانه فکر کنم، آزادانه برنامه بریزم، هیچ علاقه
شغل وزارت یا غیره رو هیچ وقت نداشتم. همیشه فکر میکردم که کار من این بود که بشه راحت فکر کرد، بشه راحت برنامه ریزی کرد. این بود که متاسفانه خب مجبور خوشبختانه یه نحوی به کمک آقای بختیار باشم و قبول کردن نخست وزارت یکی از دلایل اون بود، در صورتی که من برای این کار با ایشون همکاری نکرده بودم. البته یکی از بزرگترین تأسف‌های سیاسی این هست که اگر اون شانس کوچیکی که ما داشتیم به هیچ عنوان نتونستیم به نحو احسن انجام بدیم، به این معنا که من فکر می‌کردم که رهبر آقای خمینی یک رهبر کاریزماتیکه. مردم همیشه در ایران یه رهبر کاریزماتیک رو روی دوشش می‌کشن، دوست دارن عکسش تو ماه ببینن، ولی خب رهبر کاریزماتیک همیشه برای یه جامعه که میخواد دموکراسی رو ایجاد کنه، میخواد شرکت مردم فعالانه در امور سیاسی به پیش ببره، خب خطرناکه. و من متوجه ماجرا بودم. یکی از اندرس هایی که به اصطلاح یا کمک های فکری که من با آقای بختیار در اون موقع میکردم، چون یکی از برنامه های که شما میدونید یکی از شرایطی که بختیار قبول کرد که شاه از مملکت بره، خب البته بودم زیرکی آقای بختیار بود، چون میدونی شاه از مملکت میره جو کردیم، یعنی موندنی نیست، بنابراین حداقل به یکی از درخواستات جواب مثبت بده. من به ایشون اعتقاد داشتم که به مست پادشاه سوار هواپیما شد شما اعلام جمهوری بکنید، نه اینکه من سلطنت طلب نبودم یا جمهوری خواه بودم، البته تمایلات جمهوری خواهی زیادتر از سلطنت مشروطه است. دلالش هم برای ایشون گفته بودم به این معنی که تمام نیروها با خامنه‌ای هستن، نیروهای فعال سیاسی، اکثریت خاموش آره من هنوز حمایت از شاه میکنم، ولی فعالین سیاسی هر نوع شما ببینید با آقای خامنه‌ای هستن. شما باید جدایی بین این نیروها بندازید. آنچه مسلم بود جبهه ملی همیشه ترس از این داشت که آقای بختیار کمک کنه شاه برگرده، یا نیروهای چپ همچنین شدت. و من اعتقاد داشتم که اگر بختیار این کار رو همون روز میکرد، به احتمال خیلی زیاد نیروهای چپ و نیروهای ملی فکر دوباره میکردن. نمیگفتم حتما موفق میشیم، یه شکاف اون وقتی که خامنه‌ای میاد پای میز مذاکره. آدم قوی هیچ وقت از موقعیت یه رهبر سیاسی هیچ وقت موقعیت قوی نمیاد پای میز مذاکره با دشمنش یا با کسی که میخواد تعدیلی در فکرش انجام بده. بنابراین این یکی از شاید فشار بیشتر آوردن روی بختیار این کار امکان پذیر بود. البته یکی از نکاتی که ایشون همیشه میگفت این بود که با ارتش چیکار میکنیم. من بهشون در همون اتاق فکر که حداقل یک سال قبل تشکیل بود، آقا وقت داریم که با امریکایی‌ها صحبت کنیم، وقت داریم با بعضی از نیروها صحبت کنیم، با قسمتی از ارتش صحبت کنیم که مسئله مملکت هست، هم امروز هم مسئله مملکت هست، امروز هم مسئله این است که مسئله سلطنت یا مشروطه یا جمهوری اینا نیست، مسئله نجات مملکت. بنابراین از یک پاش از نیروهایی که میتونن مؤثر باشن باید استفاده کرد. البته اینم نباید فراموش کرد آقای بختیار از یک خاندانی میومد که بنیانگذار مشروطه بودن، بنابراین این سادگی هم ازش تو اعتقاد به یه سوشال دموکرات به معنای واقعی بود، ولی شرایط جور نبود آیا باید مملکت نجات داد یا اینی که دنبال افکار سیاسی خودمون باشیم. البته متاسفانه یعنی چیز جدید چیزی نه برای من تعجب آور بود و نه برای بختیار که با موفق نخواهیم شد. دلیلش هم این بود که مردم با ما که نبودن، که یه واقعیت خارجی ها هم که نبودن، خارجی ها هم فقط میخواستن این امریکایی ها مخصوصا میخواستن که گذار به اصطلاح مسالمت آمیز باشه که منافع امریکا حفظ بشه. از نظر من به هیچ عنوان از این ماجرا ناراحت نبودم که شکست خوردی، چون از روز اول میدونستی، ولی همیشه فکر میکردم بختیار
یه پایه ای رو برای آینده مملکت خواهد گذاشت، به این معنا که یه آدم سوشال دموکرات هم میتونه مملکت رو اداره کنه. آینده مملکت هم برای سوشال دموکراسی است، برای آزادی است، برای لیبرالیسم، نه برای خشونت. و من فکر کنم امروز که روزها فکر میکنم، یا حتی جامعه تحلیلی که از بختیاری این روزها میکنن، به احتمال خیلی زیاد تحلیل خوبیه. تنها حرفی که میزنن وقت نداشت، یا اینه که چرا با ارتش کنار نیامد، از این حرف. ولی اصل مطلب اینه که برداشت مردم تاریخ به اضافتش از بختیار از این سیاست که به نظر من بد نخواهد، میتونه یه بیس باشه. بعدم که چون من همیشه فکر نمی کردم که شما میتونید یه قیامی دوباره در من، یک انقلابی دیگری در من بکرد. شما تاریخ انقلاب های دنیا رو که خونده باشید، به این سادگی ها کسانی که انقلاب را انداختن و صاحب شدن کنار نمیگذارن، ادامه خواهند داد. نکته جالب این بود که تنها چیزی رو که من وقتی در ایران بودم، خب تعدادی به خاطر پدرم با ارتباطاتی که زیادی که با ارتش داشت، ارتشی نبودیشون، ارتش داشت امکانی یک کودتا میرم، و به همون خاطر من پاشدم اومدم خارج. اگر میموندم ایرون، یه چیز هم اینجا بگم، شاید بد نباشه، من همیشه آقای دکتر ملکی رو که با اون عصا در جلوی دانشگاه این راه میره، خودم رو تجسم میکردم که اگر من هم ایران نبودم، من هم مثل ایشون بودم. در اصل اومدن خارجم بیشتر به خاطر نجات مملکت بود، نه چیز دیگری، چون من ایرونی واقعی، ایرونی خالص هستم. یعنی مهم نیست کی مملکت من اداره میکنه، از اونجا تا اونجا که مملکتی به عنوان ایران وجود داره ولی من مهمه. کسی که در نوجه هم همیشه فکر میکردم یه نسل طول میکشه، توجه میکنه، که بشه یه کاری کرد. بنابراین به کلی سیاست گذاشتم کنار، دست زن و بچه ها میگرفتم، رفتم انگلیس دنبال زندگی. بود 5-6 سال پیشم که فکر میکردم یک نسل گذشته دوباره وارد صحنه سیاسی شدم، نه به این معنا که فعال سیاسی به اون معنا باشم، به این عنوانی که شاید شرایط جور بشه که باز بتونم از تجربه خودم و از دید خودم برای آینده مملکت یه راه حل جدید پیدا کنم. مرسی. بله، تجربه شما به عنوان کار یک سیاستمدار در دولت جناب بختیار بود، زنده یاد بختیار. اما در طول 41 سال گذشته شما به هر حال همونطور که فرمودید در 5-6 سال اخیر خیلی فعالتر از گذشته بودید، و اونطور که من از صحبت‌های شما از 3-4 سال گذشته استنباط می‌کنم، شما امیدوار به این بودید که بتونید نسل‌های جوان رو به میدان بیارید و اونها رو به نوعی با سیاست ایران آشتی بدید، چه اون جوانانی که خارج از ایران هستن، چه جوانان در داخل ایران. چقدر به نظر خودتون تونستید موفق بشید؟ شما در یکی از همین صحبتاتون، گفتگوها، عنوان کردید که شهر به شهر میرید در اروپا و با جوانان صحبت میکنید در مورد ایده‌ای که دارید در مورد ایران و آینده ایران. چقدر به نظر خودتون تونستید در این زمینه موفق عمل بکنید؟ ببینید، یکی از کارهایی که من بلافاصله کردم به کمک یه دو تا از دوستان، اتحاد برای دموکراسی رو درست کردیم، که شاید یکی از، به نظر من، به نظر شخص خودم، یکی از موفق‌ترین سازمان‌هایی بوده و هست هنوز، که تونسته حداقل این فکری که رژیم فروپاشی خواهد کرد و به نحوی گفتمان روز بسازه. 5-6 تا کنفرانس هم داشتیم. یکی از ایده ها این بود که به تدریج جوان ها وارد این مرحله بشن و فکر این باشن که بعد از فروپاشی برای ایران چه کار باید کرد. متاسفانه این نکته رو اینجا من باید یادآوری کنم، فضای باز سیاسی که در خارج برای ایرانی هایی که در داخل مملکت بودن و اومدن شده،
حرف زدن رو خوب یاد گرفتن، تحلیل و بحث رو خوب یاد گرفتن، چون این فضا بهشون اجازه داده. ولی به عملگرایی هیچ توجهی نکردن. ایران احتیاج به عملگرایی داره، ایران احتیاج به اینی داره که یه عده واقعا بخوان مملکت رو نجات بدن، نه اینی که در دنیای مجازی فحاشی بشه، یا اینی که مرتب این ضعف ماست، این ضعف جوانهای ماست. من حداقل روزی چه میدونم 50 تا 100 تا ایمیلی که یا پستی که میبینم نگاه میکنم اغلب فحاشیه. یعنی متاسفانه من شخص من فکر کنم در این مسئله موفق نبودم، ولی در یه چیز موفق بودم، که یکی اینی که رژیم فروپاشی خواهد کرد. من یادم اولین باری که رژیم فروپاشی رژیم صحبت کردم، اغلب دوستان من که خب یه احترامی هم برای من دارن میخندیدن، چون اون اشخاص خوب میشناسید، فکر نمیکردم. در صورت که 5 سال بعدش همه صحبت از فروپاشی رژیم میکنن، ولی نحوشی. بعد نکته دوم، گفتمان دومی که من خیلی بهش علاقه داشتم، گذار از این رژیم بود، همون ایده‌ای که تیمی باشه که بعد از گذار بتونه مملکت اعتماد بستگی به جوان‌ها دارن. و البته این گفتمانم پس من را انداختم. متاسفانه به محض اینی که یه ایده در آموزش فکر کردم که رژیم فرو می‌پاشه، شروع کردم به پوزیشن خودشونو به نقش من در اینجا خواهند بود. تا اون موقع تیمی بود، بعد شروع شد کردن هر شخصی فکر میکرد که خب رهبر آینده ایران خواهد شد یا یه نقش عمده خواهد داشت. و این از اون مسیر فکری من، چون من خودم شخصا هیچ وقت چنین علاقه نداشتم، مسیر رو عوض کرد، به یه کاری عجولانه اپوزیشن به نظر من انجام داد. ببینید نمونهش، من همیشه من فکر میکردم که وقتی جوانهایی که به قسمتشون هم عضو یودی آی بودن فرشگرد درست کردن، این ایدئال من بود. ولی متاسفانه با تجربه‌ای که من داشتم، البته نه تنها از من با مشورتی نکردن و حتی فکر میکردن که من مانع کارشون هستم، اصولش رو بد گذاشتن و تقریبا تنها راه مملکت رو بازگشت شاهنشاهی به ایران. این شوخیه، مثل این که نه تاریخ ایران رو خوندن و نه این که میدونن که دونیم ایران عوض شده. من این که 80 سالمه، من فکر کنم بهتر از جوانهای ایرانی موقعیت ایرانی میدونم، مردم ایرانی میشنسه. اینو فکر میکردن با 5 تا شعار در دنیای مجازی یا غیره و غیره و غیره میتونن حرکت بکنن. البته در این مرحله هم من خدمت باید عرض کنم، من یکی از کارهایی که در خارج خیلی علاقه بهش داشتم این بود که برجام موفق بشه، چون برمیگردم به یه اصلی، برجام وضع معیشت مردم به نحوی بهتر میکرد. ممکن بود از 100 دلاری که پول گیرشون میاد فقط 30 دلار شو برای مردم هزینه کنن، اون 30 دلار برای مردم خیلی مؤثر. فضای باز سیاسی میتونه حرکت خیابانی ایجاد کنه. آخرین وقتش هم شما اسفند 96 دیدید که شد. یعنی اگر آقای ترامپ از برجام در نمی اومد و وضع اقتصادی ایران مسلمشتر از این بود که نمی کرد، به احتمال که مثلا حرکت های اجتماعی در ایران رشد بزرگی پیدا می کرده، تمام جوان ها به اون خاطر موفق می شدن. متاسفانه رفتن دنبال این که تحریم ها موفق خواهد، من به وجود می دونم که شکست خورده. متاسفم که نتونستم اون هدفمو که جوانهای مسیر عملگرایی رو طی کنن، نه موفق نشدم در این مورد. اشاره فرمودید به اینکه شما 5 سال پیش فروپاشی رژیم رو پیش بینی کرده بودید. معروف است به اینکه شما جناب جواد خادم موافق در واقع برجام بودید، به نوعی موافق عملکرد حسن روحانی بودید و از این طرف قضیه. خب شما آیا خودتون رو، این یک سوال است که کوتاه جواب بدید، شما خودتون رو یک برانداز میدونید یا یک شخصی که مایل هستید که این رژیم
یک اصلاحاتی در خودش ایجاد بکنه و اینکه همون گذاری که فرمودید ما به یک نوع نرمی از این رژیم عبور بکنیم. این رو اگه کوتاه جواب بدید من یک سوال دیگه ای دارم که در پیوند با همین مسئله است. خیلی سوال به جایی کردید، واقعا یک از بهترین سوالات شد. ببینید من براندازم، اگه برانداز بودم که عضو کابینه بختیار نمیشدم، اگه برانداز بودم که کوشش نمیکردم کودتا در ایران را بندازم، اگر برانداز نبودم که اتحاد برای اتحاد دموکراسی برای اتحاد دموکراسی رو ایجاد نمی‌کردم. ببینید نحوه براندازی مهمه، این نکته دیگه نباید بید. ببینید دو تا فکر بود در یودی های این حتما بدونید، خیلی مهمه. این دو فکر هم امروز هم وجود داره که آیا این فضای باز سیاسی است که خوب توجه کنید، این فضای باز سیاسی است که رژیم زودتر ساقط میکنه یا فضای بسته خشونت آمیز. یکی از دوستان که شما خوب میشناسیدش، شاید یکی از بهترین به اصطلاح تئوریسین ها، یه تئوریسین ها و علوم سیاسی در ایران در خارج هست، اعتقاد داشت که خشونت است که رژیم میاره. پس بنابراین تحریم ها چیز خوبیه. من برعکس، هر دومون در یک چیز موافق بودیم، این که رژیم فروپاشی میکنه. من این بیام که فضای باز سیاسی است. حسن روحانی، شما اگه دقت کرده باشید، من دشمن حسن روحانی یکی از کثیف‌ترین، یکی از هر عنوانی که شما میخواید بدید، من اونجوری نگاه به افراد نمی کنم. من میگم که این بابایی که هم آدم کشته و هم خفقان وارد مملکت کرده، چگونه این مملکت به سراشیبی فروپاشی، دولت به سراشیبی رژیم میبره. روحانی میتونست این فضای باز 8 سال گذشته تونست تمام شفافیتی رو که قبلا وجود نداشت در ایران به وجود بیاره، یعنی تمام کثافتکاری ها، دزدی ها، فساد ها، جنایت هایی که داشته از زمان روحانی روز به روز بیشتر میشد، روز به روز بیشتر نمایان میشد. فساد هایی که امروز دارید شما صحبت میکنید در نتیجه اون فضای باز سیاسی بود. فضای باز سیاسی مردم رو تحریک میکنه. در طول تاریخ ایران خشونت یک قسمتی از فرهنگ ما بوده. چند تا از نخست وزیران ما رو کشتن، خشونت قسمتی از دایلوگ سیاسی ایران بوده. ولی همیشه چون زمامدارها حاکم بودند و به شدت مملکت رو کنترل میکردن، مردم باشو میساختن. امروز هم که میبینید رژیم، مردم با این رژیم ساخته، نه به خاطر که دوستش داره، به خاطر که راه حلی نداره. برای همین هست که همیشه در یه قیام های کور به وجود اومده. من از قیام کور در زمانی که مملکت ایران 85 میلیون داره میترسم، توجه کردیم نه، این یه ترس واقعیمه که باعث دیس انتگریشن، جدایی، تصدیه مملکت بشه. ببخشید جناب خادم، شما فرمودید که فضای باز سیاسی، کدوم فضای باز سیاسی رو حسن روحانی این فضای باز سیاسی کجا هست؟ به هر حال مردم داخل میپرسن از شما که خب به هر حال این فضای باز سیاسی کجاست که به کمترین و کوچکترین بهانه‌ای مردم سر از اوین در میارن، بعضن حکمای آنچنانی زندانهای چند ساله میگیرن، به کوچکترین در واقع اعتراضی. و در همین آبان ماه ما دیدیم که آبان ماه 98 1500 نفر به آماری که منتشر شد. این فضای باز سیاسی کجا هست که در کشوری مثل امریکا در واقع 2 هفته 3 هفته یک اعتراضی صورت میگیره و یک نفر کشته نمیشه، و در ایران برای یک اعتراض 1500 نفر کشته میشه، و اون فضای باز سیاسی رو در واقع این از دیدگاه شما چه هست؟ شاید من یه توضیح بدم. لغت فضای باز سیاسی رو شما آوردین، مقایسهش با امریکا کردین. اولا کشورهایی مثل ایران هیچ وقت با امریکا، انگلیس مقایسه نکنید از نظر آزادی بیان. نکنید، این یه کار اشتباهیه. ما هیچ وقت، ما یه نسل، دو نسل دیگه هم، حتی اگر دموکراسی، حتی اگر بختیار موفق میشد جلوی انقلابی می یه نوع سوشال دموکراسی کمرنگی ایجاد میکرد، ما هنوز یه دو نسل طول داشته به اون ساختار دموکراسی که شما در غرب میبینید و ازش داری صحبت میکنی. نه اون نیست. ببینید آنچه من میدونستم از حکومت روحانی و دولت روحانی این بود که
روحانی آدمی است که فکر میکرد که چرا ما برنگردیم به دوران زمان شاه، به این معنا که مردم حق سیاسی نداشته باشن، به معنای درست مثل زمان شاه، ولی حقوق مدنی داشته باشن، به جای مشروطه هم انقلاب اسلامی باشه. این یک قدمی به نظر من هیولایی بود برای اگر موفق بشد برای رسیدن به هدف من. ولی این نکته می دونستم که اگر روحانی در این مسیر راه بره فروپاشی رژیم نزدیکتر میشه. شما حرکت های سیاسی رو که در زمان قبل از تحریم ها تحریم های برجام نه تحریم ببینید در ایران هیولاست. شما آبان ماه اون قیام کوریه که من خدمتتون عرض کردم یه حرکت معیشتیه، نه یه اعتراض معیشتیه، نه یه اعتراض سیاسی. مردم شروع کردن گرسنه شدن، مردم به زیر گلو شدن، وضع زندگیشون خراب میشه. این حرکت سیاسی نیست، این شورش یه شور. البته بعضی ها میگن اگر کسی نان خواست یعنی حرف سیاسی، نه در شرایط ایران اینطور نیست. شما حرکت اسفند ماه میتونید یک حرکت سیاسی ایجاد کنید. اگر برجام ادامه میدن به محصی که مردم وضع زندگیشون خراب شد بشه، اولی چیزی رو که ازشون میگیرن تفریحاشون میگیرن همینان در قهر بعد از کرونا اولین صنایعی که به هم از بین رفته مسائل رفاهه، مسائل ببخشید مسائل گردشگری و چه میدونم رستوران رفتن و این چیزهای اضافیه که احتیاج مملکت ما وارد اون مرحله خیلی قبل از کرونا شده بود. به این معنا که مردم فکر نون و آبشون، مردم وقتی شما شروع کنید به فکر هیچ فکر دیگری نداره. طول تاریخ در ایران اینو نشون داده، خفقان وضع معیشت مردم آزادی فکر نمیاره، جنبش های سیاسی نمیاره. بنابراین به نظر من همه میدونن یه چیز جدیدی نیست، من فعالیت فوق العاده زیادی برای موفقیت برجام کردم، تمام دوستان من میدونن در جریانش بودن. چرا فکر میکردم که وقت معیشت مردم بهتر میشه خواسته هاشون بیشتر میشه، نظام مجبور به اون خواست دیگه لولو سرخربند لولوی اونجا وجود نداره که آقا امریکا میخواد ما رو بزنه، ما رو بمباران خواهد کرد. اگه یادتون باشه قبل از برجام همه فکر میکردن که امریکا میره میزنه، من یادتون رفته که آقا تشویق میکرده، متاسفانه هنوز هم یک مش از ایرانی ها هستن که این تشویق میکنه. نه عزیزم، ببینید برداشت من از اون رفاه سیاسی، شما باید ساخت اون فضای سیاسی باید زمینه رو براش آماده کنید. اولین زمینه اینه که کسی گرسنه نباشه، گرسنگی کم باشه، فقر کم باشه، مردم از صبح تا غروب دنبالش نره. شما چرا اونجوری مقایسه ای که خفقانی که در مملکت، زندان رفتنی که شکنجه هایی که داد، تعداد کشتاری که شده بعد از خروج امریکا از برجام ده برابر قبل. یه نکته رو من اینجا بگم، معناش اون نیست که شما یک شب موفقی ماجرا میشه، خیر به هیچ عنوانی، ولی این امکانی باید داد که مردم پارتیسیپیت کنن، مردم شرکت بکنن. امروز مردم شرکت، شما دنیای مجازی رو بذارین کنار، دنیای مجازی به نظر من یه شکست بزرگی برای هر دفعه سیاسی در ایران بودن. پنج نفر که گروپی درست میکنن یا حرف میزنن فکر میکنن موفق شدن، چقدر از این تئوری های محور سازی اهرم سازی بعضی از دوستان من در خارج از کشور راه انداختن. به هیچ عنوانی بزن بود. مردم قدم اول، اگر نمیخواد شورش کور بشه، حتما حالا شورش کور خواهد شد، حالا تمام اپوزیشن به خواسته هاشون خواهند رسید، به این معنا که رژیم فرو خواهد باشید، حتما این شک و تردید درش نیست. و چی خواهد شد؟ و نتیجه شده که هیچ ساختاری وجود نخواهد داشته، چون طوری خواهد بود که یه مقداری از رژیم بدنه رژیم باقی مونه و میجنگه و شاید جنگ داخلی در مملکت ایجاد بشه. اگر هم جنگ داخلی نشه، یه قلدری مثل خودشون میاد، رضاخانی نمیاد، مطمئن باشید، یه کسی میاد که از خود این خواست و مملکت رو باز مردم حداقل میگن حالا روحانیت رفته خونش نشسته، یه قلدر اومده مملکت رو اداره کرده، اشکالی نداره. این نکته اصلی اینه که شما پایه اول یک فضای باز سیاسی بهتر دنوز معیشته. و من سوال از شما میکنم،
امروز وضع من یه صد مرد این به دولت کار نداره. من اول براتون گفتم اگر حتی اگر از هر 100 دلاری که آیدی اینا بود 70 دلار شد میدوزیدن خرج سپاه میکردن 30% به مردم میرسه. امروز اون 100 دلار نیست که 30 دلار به مردم برسه. شما نمیتونید بگید این رژیم مردم رو گرسنگی میده، چون واقعا نمیتونه. برای همین هست که متاسفانه شورشی کرد انجام بده. این هم بدانید، برای همین هم هست که اگر دقت کنید از دلایلی که من خیلی وقت همیشه به فکر می بودم، حتی یکی از دلایل به وجود اومدن اتحاد برای دموکراسی از نظر شخص من که من یکی از بنیانگذاران اصلی اون بودم این بود که باید یک گروه سیاسی به وجود بیاد که بتونه یه فاسادی برای نیروهای نظامی باشه. که نیروهای نظامی هست که میتونه، هممون هم میدونیم که ارتش رابطه خوبی با نظام نداره، ارتش در یه سطح بسیار پایینه، ولی اگر شما بتونید میتونستید یه فساد سیاسی برای باشه که فردا اگر ارتش به حکم اجبار، ارتش این کارو خواهد کرد یه روزی برای بقای ایران، چون شما فکر نمید، شما نباید فکر کنید که تمام کسانی که در نظام هستن خائن و دزد و نه، آدم های وطن پرستی هم هستن، آدم هایی که به فکر مملکتشون آینده مملکتشون حتما بدونید، همون که قبل از انقلاب هم همینطور بود، فکر نکنید که. بنابراین این نکته یادتون نره که این ارتش خواهد بتونی کنترلی از مملکت بکنه، چون مسئله کنترل رو شما یه واقعیت، امنیت مردم بعد از قضاشون امنیت میخوان، امنیت باید براشون کرد. ولی اگر به اونجا نرسیم، یکی از دلایل نوشتن مقاله من با آقای دکتر رامین برام همین بابا، ما باید از حاله برنامه جدیدی داشته باشیم. همه چیز اون چیزایی که تا حالا گفتیم شکست خورده. نه سلطنت به ایران به اون معنا برمیگرده، چون قیامی در ایران به نظر من نخواهد بود. اگر هم قیامی باشه قیام کوری خواهد بود که نتیجهش معلوم نیست چه خواهد بود. شما در همون مقاله‌ای که بهش اشاره کردید با جناب رامین پرهام در روزنامه جروزالم پست اون مقاله رو منتشر کردید، در جای جای اون مقاله و اصلا کل اون مقاله بر اساس این هست که این رژیم از بین میره و چه باید کرد. خب این برمیگرده به مردم ایران، چه در داخل چه در خارج از کشور. اما شما از سوی دیگر هم مخالف تحریم‌هایی بودید که از سوی دولت پرزیدنت ترامپ بر علیه رژیم صورت بگیره، اما نمیشه این رو انکار کرد که همین تحریم‌ها بودند که امروز شرایط رژیم رو به جایی رسوندن که همه به قول شما از اون فروپاشی رژیم صحبت میکنن. حالا این فروپاشی در ماه‌های آینده است، هفته آینده است، هر زمانی باشه، اما این رژیم در مسیر فروپاشی قرار گرفته. از دیدگاه شما این چه باید کرد به دولت‌های خارجی برمیگرده یا به مردم ایران، چه در داخل چه در خارج و البته در لباس اپوزیسیون که به هر حال بخشی از اپوزیسیون این رژیم ادعای این رو دارند که میخوان یک آلترناتیو و یک جایگزین باشن برای این رژیم؟ یه نکته اینجا گفتید، ببینید آنچه مسلمه، ما در یک دنیای زندگی میکنیم که مرزها تقریبا به نحوی مفهوم خودش از دست داده. تمام دنیا نقش دارن در سایر کشورها، نه مسئله منافع فقط مسئله منافع باشه. این واقعیت است که شما نمیتونید کاری که در ایران اتفاق میفته توجه خارجی رو جلب نکنه و توجه مردم ایران رو جلب نکنه. ببینید اونجا در اون مقاله من ما یه نکته رو خیلی به وضوح داریم میگه، شما اگه تاریخ ایران ورق بزنید میبینید که همیشه این شخصیت ها بودن، یه گروه های کوچیکی بودن که تصمیم به نجات مملکت گرفتن، چون فضای باز سیاسی نبوده در ایران. همیشه یه گروهی دیدن مملکت داره از بین میره. حالا باید فکر کنید، نه من خدمتتون عرض میکنم، مردم ایران به نظر من در شرایط فعلی به هیچ عنوان نقشی در براندازی نقشی نخواهند، چون حرکتی نمیکنن، حرکتی نمیتونن بکنن. نه اینکه فکر کنید که نمیخوان. ببینید یه نکته اینجا من از نظر فرهنگی خدمتتون باید بگم که شاید جواب سوال شما باشه.
چون خشونت همیشه یک قسمتی از فرهنگ ما، فرهنگ سیاسی ما بوده، در طول تاریخ روحان تصوف و عرفان برای که این خشونت زیاد مردم ناراحت نکنه، اذیت نکنه، مردم زندگی کنه، رشد کرد. به این معنا که شما شعر و ادبیات ایران ببینید صحبت از خشونت نمی کنه، همیشه صحبت از عشق و مهر و یونیمت می کنه، یه چیز واقعی است. بنابراین این که حداقل شب مردم می خوابن یاد اون خشونت های رژیمشون نباشن، پادشاهشون نباشن، دولتشون نباشن. ما وارد اون مرحله دوباره شدیم، مردم از صبح تا غروب فکری جز تأمین معیشت ندارن. و اینی که واقعا این تحت اینجاست که برمیگردم به گفتی اولی که با شما داشتم، اختلاف نظر من با یکی از دوستانم در یوریای این بود که این خشونته که مردم و رژیم میندازه. من برعکس دنبال فضای باز سیاسی بودم. خب امروز اون کسانی که مثلا یه خشونت رو فکر میکنن رژیم میادن پایین، خواهیم که هرگز این کارو نخواهند شد، چون رژیم یه راهچاه هم داره با امریکا بسوز. شما فرض یه رژیم بدبخت ضعیف امریکا که چیزی نمیخواد، امریکا مخصوصا ترامپ بسوز، یعنی ما یه نسل دیگری هم و آزادی و دموکراسی که ما فکر میخواییم نخواهیم برسیم. بنابراین این فراموش نکنید، تحریم ها ممکنه رژیم ضعیف کرده باشه، ولی گذار از رژیم به مراتب مشکل دارد، گذار راحت نخواهد. مثلا که در فضای باز سیاسی امکان شرکت مردم در براندازی به مراتب بیشتر. ببینید یک فرق عمده است بین فروپاشی رژیم و براندازی. براندازی اینه که شما یه رژیم عوض میکنی، رژیم اصلا میپاشه و چیزی جاش نیست. این مملکت رو بیه نهی عقب میبره، نه جلو، چون هر کسی سا خودش قسمتی از مملکت میکنه. همه چون در خارج اپوزیشن هر کسی فکر میکنه رهبر آینده ایران خواهد بود، در داخل هم همین خواهد. نوالی نه، من بازم تأکید میکنم که امروز هم که دارم خدمت هستم، تحریم ها بزرگترین لطمه رو به حرکت های جنبش های مردمی مردم زده. قبل از اون همه چیز وجود داشت تو امریکا، اختلاف نظر سیاسی، حرف جوان ها. امروز هیچ کسی، شما هیچ اثری نمیبینید، چون دولت مجبوره. یکی از دلایلی که بذارید این شاید یه نکته ایجا من یادآوری کنم، در دی ماه 96 وقتی 105 شهر قیام کرد یه نه، و البته اون افریج به طور متوسط کلن 150 هزار نفر آدم بیشتر نبودن، یه واقعیت. تعداد کشته شدن ها به مراتب کم بود، چون رژیم واردی مرحله شده بود که دست کشتار مردم نداشت، هنوز به مرحله خشونت نرسید، ولی در ابان میدونسته چاره ای نداره، با خشونت برخورد کرد. 1100 نفر کشته، یه واقعیتی. چون فرق این دوتا خیلی فرق داره، زمان که بنزین گرون شده اینا میدونستن که اگر برخورد شدید خشونت شدید بشون ندن، در صورتی که هممون میدونیم خامنه ای با خمینی فرق عمده ای داره. خامنه ای خشونتش به مراتب کمتر از خمینیه. به این معنی خمینی اگر 1,000,000 نفر آدم هم کشته بود کسی عرضی نداشت، ولی خامنه ای 2 نفر آدم میکشه سرسده همه در میاد. بنابراین در شخصیت هم هست، ولی این دفعه مجبور بود که بکشه. و متاسفانه حرکت های ملی رو خدا میدونه با چند سال دیگه عقب میرسه. بنابراین اینی که اروپاشی میشه و مردم یه سهمی در اون خواهند داشت، من باور ندارم. برای همین هم هست فکری که من آقای دکتر رو میداشتیم این بود که یه گروهی در داخل مملکت باید به فکر مملکت باشیم، ارتش قسمتی از سپاه، یه قسمتی از نخبگان تکنوکرات ها هست، قسمتی از رژیم. نجات مملکت هر چیز دیگری مهمتره، چون آن چی من میبینم، حالا این نکته باید بگم که من مسائل رو میبینم به این معنا که بیری که از جامعه ایران دارم،
بر اساس تعقل به معنای کسانی که فکر میکنن نیست. یه تصویری میبینم، یه جیکسای رو من دارم میبینم که داره به هم میچسبه و خطرناک داره میشه. پس بنابراین برای نجات این ایرانی وجود داشته باشه که بعد تمام این کارا رو انجام بدیم. آره، اینه که باید یه گروهی در داخل مملکت و از خارج کاری نمیشه. خارج فقط میتونه حمایت بکنه، خارج عملا علاقه ای نداره با این رژیم درگیر بشه. گرفتاری رژیم، حالا اینه به حسابی نذاره که من ممکنی حرف که میزنم به عنوان طرفداری از رژیم، نه، رژیم میخواد موقعی با امریکا بشینه از پوزیشن قوی برخوردار باشه، و این پوزیشن قوی در چیزی نیست، حالا مهم نیست که من بکنم. این اینجاست که طرز فکر من با دوستان، با خیلی از دوستان و کسانی که در اپوزیشن فرق میکنه. من متاسفانه این نکته رو باید اضافه بکنم که به نظر من اگر رژیم در مقابل تحریم ها شکست بخوره، این شکست فقط برای رژیم نیست، برای مردم ایران هم هست، چون قدرت های خارجی به ایران یک کشور ضعیف نگاه ها. البته اگر یه عده فکر میکنن که این بد نیست، خب چه بهتر که اصلا اینا اعلام کنیم که ما حاضریم ایالت 52 امریکا بشیم، اون یه بحث دیگریه. ولی هر آدم کشور قوی وقتی با یک کشور ضعیف برخورد میکنه، پدرشو در میاره، چون منافعش اینجا، مخصوصا در خاورمیانه، امریکا منافع دوستانش به مراتب از منافع مردم ایران بیشتره. این نکته رو یادتون نره، به هیچ عنوانی تحت هیچ شرایطی کسانی که به فکر ایران هستن نباید این اجازه رو بدن که ما وارد اون به اصطلاح شورشی تور بشیم که هیچ کاری براش نتونیم انجام بدیم. برای همین چی ادی در داخل مملکت، شما همین رو میبینید، در داخل مملکت هم صحبت داری شروع شده. این گفتمانی است که، این گفتمان سومی است که من را میخوام بندازم، همین آقا یک اقلیتی در داخل مملکت به کمک ارتش، نیروهای نظامی و سایر و سایر و سایر و سایر کسانی که الان هست باید مملکت رو نجات بدن، همونجور که گفتمان فروپاشی موفق آمیز بود، همونجور که گفتمان گذار رو همه صحبت میکنن، این گفتمان هم جان میفته. بنابراین اول باید مملکت نجات داد و تمام اون کار، هیچ دیگه انتظاری نداشته باشید که رژیم خوشونت رو کم کنه، نمیکنه به هیچ عنوان، چون وارد اون مرحله شده که فقط یک مسیر براش میده، خوشونت یا تسلیم در امریکا. یک نکته هم اینجا از نظر حدفی من به شما بگم، از نظر فرهنگ ایران به شما بگم، من امیدوارم که رژیم در مقابل ترامپ به اصطلاح تسلیم نشه، چون ترامپ در هر صورت با اتفاقاتی که داره خیلی به کم میتونم شانس موفقیت داره که دوباره انتخاب بده، ولی تسلیم نشدن ایران رژیم یک حسنی برای آینده مملکت داره. اون امریکا بعد از اینی که رژیم ایران رفت، از بین رفت و ما یه وارد مرحله مسالمت آمیزی شدیم، به ایران به عنوان یک کشور شکست بوده و ضعیف نگاه نمی کنه. یکی از دلایل موفقیت اسرائیل فقط کمک های نظامی و اقتصادی امریکا نیست، بلکه یک کشوری است قوی، یک کشوری است که امریکا در همسط خودش نگاه میکنه. ما باید یک کاری کنیم که ایران در همسط امریکا باشه که ما بتونیم از تمام منافعی که دنیای مثل امریکا برای ما ممکنه استفاده کنیم برای مردم. ولی یک کشور ضعیف هرگز این کاری نمیکنه، چون اون طرف یه نگاه دیگری داره. ولی اگر تسلیم نشه و رژیم از بین بره که میره، این شک و تردید درش نیست، دولت‌های آینده امریکا با ایران یه رابطه به مراتب بهتری خواهند داشت. کودتای 28 مرداد اتفاق نیفتاد، صدامی رو تحریک نمی‌کنن که به ایران حمله بکنه، توجه کردی؟ یعنی در یه چجوری بگم، در یه سطح، در منطقه، حتما در یک سطح هست، رژیم ایران همین الان
با امریکا در منطقه رقابت کامل میکنه، حتی با این ضعف کاملی که الان این تحریم ها براش ایجاد کرده، به هیچ امریکا به چشم ضعیف بهش نگاه نمیکنه. ما اینو در آینده باید ازش بهره برداری کنیم. این به معنای حمایت از رژیم نیست، این به معنای این نیست که من میگم کاری که رژیم داره میکنه درسته. همیشه به عنوان کسی فکر میکنه از یه اتفاق بد باید برای مملکت استفاده کنه، ما باید استفاده کنیم. یعنی در آینده هم باید در رابطه‌مون به امریکا به عنوان برادر بزرگی نگاه نکنیم. به امریکا باید به صورت یه رفیق همسر نگاه بکنیم. چون وقتی شما به برادر بزرگی نگاه میکنید انتظار دارید که همه کارا رو بکنه. نمیتونید، من قادر نیست، من منافعش نمیتونید. بنابراین این نکته رو من واقعا مصر هستم. مهم نیست بگن من طرفدار رژیمم یا مخالف امریکام یا طرفدار روحانیم، نه. باید در عملگرایی سیاسی هر اتفاقی که در مملکت میفته جنبه های مثبت رو ببینید. تحت پرجام جنبه های مثبت داره، منفی هم باشه، تحت ترجیح داره. دیماه جنبه های مثبتش فوق العاده است، یعنی مردم شرایط پیش به میان آماده میشن. آبان ماه نشون میده که معیشت به مردم داره صدمه میزنه، و نکته مثبتش اینه که اجازه ندیم معیشت مردم بدتر بشه، چون کار دیگری ندیم. اون وقت کاری نخواهد بود که بتونن واقعا بیاریمشون تو خیابون. متاسفانه تاریخ هم هیچ وقت اینو من به شما خواهم گفت، شما جوان هستید، شاید در آینده ایران هم نقشی داشته باشید، امیدوارم تمام جوان های ایرانی، مردمی که بدونن یه ایرانی تا اندازه فعالانه کوشش کرده که معیشتش رو خراب کنه به خاطر خواسته های سیاسی و غیره خودش، به نظر من نگاه خوبی بهشون نخواهند کرد. اینم تجربه تاریخی داره نشون میده. ببینید نمونه شو من برای شما بگم، تغیزاده ها از نظر من یکی از شخصیت های سیاسی ایران بوده، و در اون موقع فکر کرد که حمایت انگلیس از ایران یه چیز واجبه برای بقای ایران. در طول تمام عمر سیاسیش اون نوکر انگلیس قلمدادش میکردن. بنابراین دیدگاه مردم من از طرفداران تغیزاده هستم، فراموش نکنید، ولی مردم معمولی هم نوکر انگلیس هست دیگه، بچه آخون بوده نوکر انگلیس هست. بنابراین این نوکر باید یادتون نره، کسانی که دقیقا کوشش به استمرار این تحریم میکنن جایی به نظر من نمیتونن در آینده ایران داشته باشن. امیدوارم من اشتباه فکر میکنم، ولی این برداشت منه. توجه کردین من سعی میکنم اون چیزی رو که میبینم به شما بگم، نه اون چیزی خوبه یا چیزی که بده. اون چیزی که من به صراحت لهجه معروف هستم، هیچ رودرواسی با کسی ندارم، گفتم چون من هیچ وقت نمیخواستم که نخست وزیر بشم، رئیس جمهور بشم، حتی وزیر بشم. میگم که کسانی که دو اتاق فکر هستن باید خیلی راحت فکر کنن که بتونی کسی که از این فکر اش میدی بهره برداری درستی انجام بده، نه که یه فکر یه چیزی دستش بدی بی طرف خوشت بیادش، نه. البته خب این توضیح رو هم به نظر خودم، این نظر شخصی خودم هست که مردم ایران همون سال 2009 هم شعار دادن که اوباما یا با مایی یا با رژیمی، که اوباما طرف رژیم رو گرفت. یعنی این که مردم ایران میخواستن که، چون من در اون دوران در ایران زندگی میکردم و چون مردم ایران میخواستن که یک تفاوتی قائل بشه دولت امریکا بین اونها و رژیم، و ترامپ هم من فکر نمی کنم که، به هر حال این نظر خودم هست که، به هر حال اگر رژیم ضعیف بشه این مردم ایران و جایگاه ایران در آینده است که ضعیف میشه. و به عنوان پرسش آخر میخواستم از شما این رو بپرسم که شما اشاره کردید در صحبتاتون که اگر رژیم بیاد و با امریکا وارد یک معامله ای بشه و یک معامله ای صورت بگیره مانند برجام، خب این رژیم براش امریکا فرقی نمیکنه، این رژیم رو نگه میداره و
این رژیم ادامه میده. و از اون طرف هم بارها تاکید داشتید به این که خب این رژیم کارش تمومه و فروپاشی اتفاق خواهد افتاد. از دیدگاه خودتون به عنوان پرسش آخر، این دو احتمال کدومش به اون یکی ارجحیت داره و احتمال قوی تری هست که اون اتفاق بیفته، فروپاشی یا یک معامله با امریکا؟ متاسفانه سیاست یه هنر عملگراییه. رژیم این تمایل رو داره یه نحوی کنار بیاد به امریکا، چون فکر کنه بقایش بستگی به اون داره، چون در هر صورت باید معیشت مردم از این چیزی که هست بهتر بکنه. خب تحریم برداشتن تحریم های کمک میکنه. و من یکی از تلاش هام اینه، تلاش شخصی من این مضر برای من میکنه، چون نسل ها خواهد گذشت که ایران دست نشانده سیاسی امریکا خواهد بود. گفتم من ترجیح میدم که ایران ایالت 52 امریکا بشه تا دست نشان به امریکا. حداقل در ایالت 52 یه حس داره که شرکت در مسائل سیاسی داری، ولی وقتی دست نشان به امریکا شدی نه، به هیچ عنوان. هیچ مسئله کشورهای مثل اردن، نمیدونم کشورهای سعودی، اینجور دست نشان به امریکا. امریکا بهش میگه چیکار بکن چیکار نکن. ما انقلاب نکردیم که آخونده رو بیاریم و انقلاب نکردیم که نوکر امریکا بشیم. یکی از دلایل انقلاب وقتی خوب تحقیق بکنیم مملکت رو امریکایی اداره میکردن. اگرچه گفتم من گفتم دارم میگم از مردم از یه رفاه عمومی برخوردار بودن، از یک حقوق مدنی خوب برخوردار بودن بدون فعالیت سیاسی، ولی اون نمیتونی در یه جامعه شما رشد اقتصادی داشته باشی مردم نقشی درش نداشته باشه، همه چیز از بالا باشه، فرو میپاشه. اولین کاری که شما به عنوان شخص میکنید وقتی یه ماشین نو میخرید چیکار میکنید؟ بیمش میکنید که احیانا اگه زدین پولتون سرمایه تر از بین نره. رشدی مملکت هم بستگی به بیمه داره. اون بیمه چیه؟ اون بیمه حمایت مردم و شرکت مردم. عملا دیدیم نشد به نتیجه انقلاب شد. امروز هم به همون جا خواهیم. بنابراین من کوشش از سعیم اینه که رژیم موفق، از یک نظر خوشحالم که نئوکون‌های ایرانی کوشش میکنن که تحریم ها برداشته نشه. ببینیم ما گذشتیم از اون مرحله که تحریم ها برداشته بشه یا به نظر من برداشته بشه، بله موفقیت خامنه‌ایه و بله، ولی یک موفق گفتم باز برمیگردم اون از فکری که من دارم از این موقعیت بد چه بهره برداری خوبی برای مملکت میشه کرد. اگر ما از این ماجرا به عنوان ایران بتونیم بیان بیرون یه نحوی که امریکا ما رو به عنوان یه رفیق قبول بکنه، یه دوست نگم کنه نه برادر کوچکتر، به نظرم آینده ایران درخشان خواهد. با تمام صحبت هایی که داریم میکنیم آینده ایران درخشان خواهد. ولی من امیدوارم که برای تحقیق یافتن به اهداف من، به هدف من که چیزی جز آزادی و دموکراسی در ایران نیست، منتها بلافاصله نخواهد بود، اینی که مملکت رو به کمک تمام کسانی که علاقه مند هستن از این رژیم یه نهی گذار بکنن و فقط هم فقط در داخل مملکت باید اتفاق بیفته، کمک به یاری میکنه به اونجا برسیم. چون من خطر تسلیم شدن آقای خامنه ای رو در مقابل امریکا که خواسته تمام نوکانهای ایرانیست برای ایران به مراتب بدتر میدونم تا موفقیت و تا موفق نشدن امریکا در مقابل تحریم ها. اگر موفق نشه امریکا باید فکر میکرد بگه اجازه نخواهد داد که مردم از گرسنگی بمیرن، چون این رژیم دست از خشونت که بر نمیداره، که هر کسی هر صداش رو میکشه میزنه، حالا عادت هم حالا یاد گرفته چیزی رو بکشه. بنابراین این تضاد فکری که من دارم همیشه به اون جهت میره که نتیجه شیطوری باشه که ایران با امریکا
در منطقه نه در دنیا، هرگز ما نمیتونیم با امریکا در ارث، ولی حداقل در منطقه در یک سطح باشه که منافع مردم ایران حفظ کنیم. سپاس از شما جناب خادم گرامی برای وقتی که در اختیار رادیو پیام اسرائیل گذاشتید و امیدوارم که در آینده نزدیک بازم در خدمت شما باشیم. و در خاتمه هم دارم میگم مطمئن باشید که در هیچ عنوانی من این رژیم رو برای مملکت مفید نمیدونم. کسی که اینو مفید نمیدونه نمیتونه طرفدار این رژیم باشه. خیلی متشکرم از لطف شما وقتی که به من دادید.